جامعه پدیده تاریخی است و یکایک نهادهایی که امروز وجود داره نهادهای تاریخی هست. تأسف و تراژدی زندگی پهلوی است. پدر و پسر که خدمات بزرگشون نیمه کاره مون و ما روی نیمه کارها داریم قضاوت نه تمام شده. خداوند مأموریتی برای من قائل است که تا اون روزی که اون مأموریت تمام نشده است هیچ چیز نمیتواند مانع کار بکنه. دست برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی یکی بزن. به گونه‌ای شده بود که شاه احساس نگرانی کرد. به کندی از بین بردن عدالت اجتماعی. این مگر لطمه کمی بود؟ این مگر خیانت کوچکی بود؟ خیابان‌های ایران شاهد روزهایی است که دست کمی از خیابان‌های فرانسه ندارد. تکافوی مردم در لاله‌زار شبیه شانزلیزه شده است. توسعه سیاسی در ایران پا به پای توسعه اقتصادی جلو می‌رود. رشد سیاسی باعث رشد احزاب شده است و بدنه مردم به دنبال عضویت در این احزاب است. ایرانی که ما امروز داریم یک کلمه میخوای جواب بدی. ایرانی که امروز ما درش زندگی میکنیم ساخته پهلوی است. عدالت اجتماعی و آزادی در روی یک سکه هستند که حتما باید به وسیله یک دولت ترقی خواه ملی، مردم دوست و تن دوست پیش بریم. مردم ایران بعد از چند دهه تلاش برای مشارکت سیاسی تعامل احزاب را در مجلس میبینند. قیمت نفت در جهان افزایش پیدا کرده و کالاهایی که پیش از این در ایران نبوده در ازای فروش نفت وارد کشور می‌شود. بزرگترین صنایع ملی ما کدوم هست در دوره شاه؟ ذوب‌آهن، ماشین‌سازی عراق، تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی تبریز، کارگاه‌های تعمیرات نظامی. ما چیزی حدود 150 تا پروژه داریم، هنوزم دارن کار میکنن. چند نصیحت دارم که بکنم و اون مربوط به هم صنعت میشه و هم کشاورزی و یه دستورات کلی دارم که بدم. صنعتی شدن مملکت ما با آهنگی طوری سریع پیشرفت کرده که اگر ما بخوایم این آهنگ در آتیه حفظ بکنیم از یک راه جدیدی ما باید وارد بشویم و اون شرکت هرچه بیشتر مردم مملکت ضمناً گریزان از قبول کردن سرمایه گذاری خارجی مطابق قوانین ایران نیستیم، یعنی صرف سرمایه گذاری و لاغر نه جنبه سیاسی داره نه چیز دیگر. محمد رضا شاه دیگران جوان 25 ساله نیست. او حالا سرد و گرم سلطنت را چشیده و برای کشور برنامه های بسیار داره. شاید اواخر دهه 1340 یک مصاحبه‌ای با شاه شد از طرف انگلیسا. سوال به این صورت بود: آیا شما در ایران دموکراسی دارید؟ و شاه جوابش خیلی صریح و کوتاه گفت نه. چون این جامعه ایرانی رو باید بشناسید، هیچ گونه زمینه‌ای برای دموکراسی نداره. شما باید از من بپرسید که برای دموکراسی کاری کردم یا نکردم یا چی کار دارم میکنم. من نمیتونم دموکراسی بدم به مردم. این جمله آخرش بسیار بسیار محکم و منطقی بود. گفت وقتی ملتی باسواد بشود خودش دموکراسی برقرار میکند، چه من بخواهم چه نخواهم. You've been quoted as saying that you could see Iran as the fifth largest industrial nation. Is that still your dream? I think I can still continue to believe in that.
Maybe I'm asking too much. But I believe, or at least I hope, that we have put this country upside down. We have completely shattered 3,000 years of history. The whole setup of our society has been changed. روزنامه ها هر روز خبرساز می شوند و مردم با چرخاندن پیچ رادیو از اخبار کشور با خبر می شوند. شاهنشاه آریامهر بعد از گردش خانوادگی امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگار اوریان فالاچی مصاحبه کرد. فالاچی از شاهنشاه در مورد احزاب سوالی پرسیدند و ایشان در پاسخ گفتند: همیشه مشوق احزاب بودم و هیچگاه به مقام تک حزبی تنزل پیدا نخواهند کرد. روزنامه ها صریح و بی‌پرده پیگیر مشکلات شدند. هر کس بخواهد نقشی در سیاست داشته باشد به حزبی ملحق می شود و مشارکت سیاسی دیگر نه ترس دارد و نه حسرت. وجود احزابی مانند حزب مردم و تأسیس حزب ایران نوین باعث شده مردم خبرهای مربوط به احزاب را دنبال کنند. مجلس در تکاپو است و نمایندگان پیگیر مطالبات مردم هستند. از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. شما که با مفاهیم علمی دموکراسی آشنا باشید میدونید که کمتر دولتی پیدا میشه که مثل پهلوی عمل کرده باشه. حزب مردم از دل منتقدانی چون ناصر عامری اقتصاددان و علی نقی کنی حقوقدان به وجود آمده است. هرچه جلوتر می رویم صدای منتقدان بیشتر شنیده می شود. انگار خبری در روزنامه ها احزاب سیاسی را نگران می کند. از گوشه و کنار شهر خبر اتفاق ناگوار یکی از سران حزب شنیده می شود. رجال سیاسی در هول و هراسند. تصادف مشکوک ناصر عامری گمانه‌زنی‌هایی را در مجلس به راه انداخته است. 33 روز بعد از مرگ دبیرکل حزب مردم دومین خبر پخش می شود. این بار اما کسی نگران نمی شود. همه مبهوت و حیرت زده به تلویزیون خیره شد. ما باید سکوت ایرانیان را قشنگ، روشن و تمیز از هم جدا کنیم. کسانی که به قانون اساسی و نظام شاهنشاهی و انقلاب ششم بهمن عقیده دارند و کسانی که ندارند، اونهایی که دارند، من امروز این پیشنهاد میکنم که برای اینکه رودرواسی در بین نباشه، یه کسی از قیافه کسی خوشش میاد، یه کسی خوشش نمیاد، برای اینکه هیچ کدوم از اینا نباشه، ما امروز یک تشکیلات جدید سیاسی رو پایه‌گذاری بکنیم. اسمش هم بد نیست بگذاریم یا رستاخیز ایران یا رستاخیز ملی. بعدها شد که محمد رضا شاه تصمیم گرفت که این اهداف رو به کلی منحل بکنه و حزب واحدی رو به نام رستاخیز ملت ایران تشکیل بده. ایرانی نسل باهوش و من تیتر بزرگ روزنامه های 12 اسفند فقط یک جمله است: مردم، احزاب و رجال سیاسی این تصمیم محمد رضا شاه را درک نمی کنند. ما وظیفمون اینه که این لایه هایی که وجود داره دور ایران رو گرفته بزنیم کنار، چهره واقعی قضیه رو ببینیم. چرا باید ایران تک حزبی شود؟
چه ارتباطی بین مرگ مشکوک ناصر عامری و تک‌حزبی شدن کشور وجود دارد؟ برای پاسخ این سوال باید به دو دهه قبل بازگردیم. دهه 20 سالهای گرانبها و پرتلاطمی برای محمد رضا شاه جوان است. دکتر محمد مصدق و برخی اعضای جبهه ملی توانستند با نمایندگانی که به مجلس فرستادند در ساختار سیاسی ایران مقابل محمد رضا شاه نقش‌آفرینی کنند. با پذیرش صدارت دکتر مصدق، محمد رضا شاه گسترش فضای باز سیاسی و مشارکت سیاسی مردم را آغاز می‌کند. توازن و قواست که این قابلیت رو تغییر میده، یعنی این کارکردها رو تغییر میده. توازن و قوا با وجودی که پهلوی محمد رضا دستار 28 قدرتمندترین پادشاه قانونی ایران بود، چون به هم خورد در سال 29 پذیرفت صدارت دکتر مصدق رو. در سال 31 برای که مصدق استعفا نده، از بیم اینکه ممکن بود حادثه پیش بیاد، رفت جلوی چارچوب در اتاق وایستاد، پر کرد که مصدق خارج نشه، از بیم این که اگر این بره ممکنه اوضاع احوال کشور به هم بخوره. این توازن قوا به سود مردم اگه تغییر کنه، شاه هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه به زیان مردم تغییر بکنه، شاه خیلی کارا میتونست بکنه. زیاده خواهی با تعدد مراکز تصمیم ساز قدرت ممکن نیست. او باید قوه مجریه رو قانع کنه، قوه مقننه رو قانع کنه، قوه قضاییه رو قانع کنه، با نهادهای مختلف سر و کار داشته باشه. محمد رضا شاه به دنبال پیوند میان سلطنت و دموکراسی است. شاه ایران سفری 17 ساعته را آغاز می‌کند. مسیری که قرار است آینده سیاسی ایران را رقم بزند. هر سفری که به امریکا رفت این رو داشته. هر سفری که به شوروی رفت به این منظور بود که یا بحرانی رو کاهش بده، یا جلوی بحرانی رو بگیره، یا اگر چنانچه امتیازی به امریکا داده طرف رو قانع کنه که این امتیاز علیه شما نیست. همه سفرهای محمد رضا شاه از این گونه بود. سفرهای سیاسی شو عرض میکنم، خیلی سفرهای دیگه که خب جای خودشو داره. وقتی او پشت صندلی هواپیمای غول‌پیکر آمریکایی مینشیند، شاید در این فکر است که بتواند سکان دموکراسی ایران را به دست گیرد. ابتدا به لبنان و از آنجا به آمستردام هلند و در نهایت در فرودگاه واشنگتن به زمین مینشیند. با رئیس جمهور آمریکا به استقبال او میاید. از بعد از کودتا تا سال 41 یک دعوایی بین انگلیسی ها وجود داشت با آمریکایی ها، چون آمریکایی ها هم وارد معادلات ایران شده بودند و باید یکیشون سروری رو به عهده می گرفت، دومی ذیل اون. انگلیسی ها حاضر نبودن به راحتی زیر بار آمریکایی ها برن. The great gathering assembled to hail the arrival of Iran's youthful Shah. Here is the royal visitor officially welcomed to the United States by President Truman. I'm happy to welcome you to the United States. On this your first visit here. I've looked forward to your majesty's visit with great pleasure. And I trust that during its course, you may have the opportunity of becoming well acquainted with our country. I thank you, Mr. President, for your generous welcome. I'm looking forward with the keenest anticipation to all that I have to experience here in the greatest democracies in a free world. وقتی استبداد با سلطه در هم میامیزه، شرایط بسیار بسیار سخت میشه، هم برای ملت هم برای خود مستبد. مستبد شاید در یه جاهایی بخواد با ملت همراه بشه، اما نمیتونه اصلا. چرا؟ چون
پیوندی با ملت نداره. چون پیوندی با ملت نداره، طبیعتاً نمیتواند در واقع در مسیر دموکراسی قرار بگیره. ایران فقط یک بار بر چهره سیاسی خود احزاب دوگانه را دیده است. زمانی که مجلس مشروطه روسای پرتنشی را پشت سر می‌گذارد و بعد از آن یک سال بعد در کودتای 1299 برچیده می‌شود. 48 سال بعد دوباره حکومت می‌خواهد با احزاب همراهی کند. محمد رضا شاه تجربه حزب توده و جبهه ملی را دارد و احزاب را رقیب خود می‌داند. او اصلا دوست ندارد مصدق دیگری برایش شاخ و شانه بکشد و نمیتواند با خیالی آسوده آزادی عمل کامل به احزاب دهد. اسدالله علم از وزرای دولت قبل در تدارک تأسیس یک حزب جدید است. جلسات طولانی و دیدارهای پی در پی همه را منتظر تأسیس این تشکیلات جدید کرده. حزبی به نام مردم ایران. علم میانجی شده است میان شاه و رجال سیاسی تا تصمیم بزرگ او را برآورده و راه را برای مخالفان باز کند. راهی که سید حسین شربیانی از مؤسسین حزب ملت ایران را پای حزب مردم می کشاند. او در خاطرات خود ماجرا را این گونه روایت می کند. روزی به دیدن علم رفتم و گفتم من به اعلی حضرت چندان اعتقادی ندارم و از طرفداران آقای دکتر مصدق هستم. اگر در حزب شما برای امثال من جایی هست، آماده همکاری هستم. علم پس از شنیدن این حرف از جای خود بلند شد و آمد کنارم نشست و در حالی که دستانم را در میان دستهای خود گرفته بود گفت: ما این حزب را تشکیل دادیم تا امثال شما با ما همکاری کنیم. از طرف منوچهر اقبال نمیتواند دست روی دست بگذارد. نخست وزیری که روزی وزیر فرهنگ ایران بود و امروز هم میخواهد پای خود را در این سیاست محکم کند. اقبال جلسه ای را با نمایندگان مجلس شورای ملی 19 ترتیب میدهد و هر جور شده میخواهد پیروز این میدان. منوچهر اقبال با فاصله چند ماه حزب ملیون را تأسیس کرد تا رقابتی را با حزب مردم شروع کند. حالا پیوند سلطنت با دموکراسی برقرار شده است. جامعه‌ای که تا دیروز اسیر کشمکش‌های سیاسی بود، با شروع کار احزاب رونق جدی‌تری به خود می‌گیرد. انتخابات پیش رو تعیین خواهد کرد چه کسی مجلس آینده را تشکیل می‌دهد. اسدالله علم که این روزها مدام با اعضای حزب مردم جلسه می‌گذارد، می‌خواهد حزب مردم را برای انتخابات آماده کند. مردم نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی بیفتد. حزب ملیون که کابینه دولت فعلی را در اختیار دارد، حزب مردم را مزاحم کار خود می‌داند. گرمای هوا به قدری است که نمیتوان تابستان امسال را فراموش کرد. هر لحظه تنور انتخابات گرمتر میشود و هر روز نمایندگان حزب مردم پشت تریبون اعلام مواضع میکنند. رقابت ها رفته رفته حساس تر میشود. روز انتخابات مجلس 20 فرا میرسد. هر دو جناح نمایندگان خود را به مجلس معرفی کردند. انتخابات برگزار می شود و مردم صبح خود را با دیدن چنین تیتری در روزنامه ها شروع می کنند. روزنامه ها از افتضاح انتخابات صحبت می کنند. مردم هم مدام شعارهایی می دهند و هر دو حزب را نوکر انگلیس و آمریکا می خواهند. ضمن این که افتضاحی به بار اومد از نظر، یعنی خیلی آشکار شد دخالت در امور مجلس در مورد انتخابات. اون چیزی که من شاهدش بودم
چند تا مورد خیلی مهمه. یکی این که معمولا قبل از انتخابات، قبل از اینکه حزب رستاخیز تشکیل بشه و حزب ایران نوین بود و حزب مردم بود و اینها، آقای هویدا و آقای پروفسور عدل اینها می اومدن دربار، من خودم هم شاهدش بودم، و با هم چونه می زدن ظرف هر بقول معروف قبل از هر انتخاباتی، و انتخابات در حقیقت در دربار انجام می شد نه در پای صندوق رای. بعد هر جا که دعواشون می شد اون وقت می رفتن پیش شاه و تعیین می کردن که کی باید در بیاد. دبیر کل حزب مردم استاد دکتر علی نقی کنی که یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته و خاندان‌های اصیل ایران بود، خیلی صریح و واضح به من گفتش که ما از حزب مردم یه لیستی بردیم پیش شاهنشاه که اینو ما می‌خوایم از شهرهای مختلف انتخاب بکنیم، و شاه جلو این لیست گفت نه فلانی نباشه، فلانی نباشه، این عوض اون بذارید. انتخابات رو با وجود انواع و اقسام دخل و تصرف‌ها و دخالت‌های آشکار و وسیع به گونه ای شده بود که شاه احساس نگرانی کرد. مجلس وقتی که عوض میشه، دولت جدید میاد، اکثریت جدید میاد و فلان این حرفا، باید که تغییر پیدا بکنه. محمد رضا شاه فقط به عنوان پادشاه کل کشور، به عنوان رئیس کل کشور میباشی امضا میکرد، بدون امضای اون نمیشد. شخصا هرگز پهلوی پارلمان تعطیل نکردن. دلیل عمده ابطال انتخابات رسوایی بود که بر اثر تقلب‌هایی که در زمان صدارت دکتر منوچهر اقبال پیش اومده بود و عمل اومد، و این رسوایی به آنجا رسید که محمد رضا شاه مجبور شد که هم نخست وزیر رو که آقای دکتر اقبال بود از صدارت عزل بکنه، و هم انتخابات رو که فرمایشی بود، اما اینقدر شور شده بود که خان هم فهمید و بنابراین اون هم ابطال شد. محمد رضا شاه با انقلاب سفید عده‌ای از مردم را امیدوار نگه می‌دارد و عزم خود را برای تغییر نشان می‌دهد، و بعضی از مردم هم دل در گروه تأسیس حزب دیگری تا دست کم توسعه سیاسی مسیر خود را کند نکند. تنور حزب ملیون بعد از سال 1339 سرد می‌شود، و حزبی که می‌خواهد وارد عرصه انتخابات کشور شود این بار این حزب است. حزب مردم هم هنوز نتوانسته پیوند سلطنت و دموکراسی را آنگونه که باب میل محمد رضا شاه است درست کند. دبیرکل حزب مردم از منتقدان سیاست‌های دولت هستند، و تا این سال‌ها تنها دلخوشی برخی از مردم انتقادات نرمی است که از تریبون حزب مردم گفته می‌شود. دهه 50 قیمت نفت افزایش بی سابقه‌ای پیدا می‌کند، به گونه ای که شاه آن را این گونه بیان می کند: اگر پارسال ما هنوز در بستن بودجه مملکت ملاحظه داشتیم، یا هر وسط تابستان همیشه صحبت از این بود که خب این کسره بودجه را چه کار بکنیم، مطلب ما امسال معکوس شده. با این همه درآمدمون چه بکنیم؟ اما این پرسش که پول حاصل از فروش نفت کجا می رود، سران حزب مردم را وارد درگیری دوباره با دولت می کند. کسی نمی داند دکتر علی نقی کنی دبیر کل وقت حزب مردم چگونه کنار رفت، اما کسی که علم طرفدار اوست و سالها منتقد حکومت بوده است، پس از دکتر علی نقی کنی می خواهد دبیر کل حزب مردم شود. محمد رضا شاه اما مخالف دبیر حزب شدن اوست. حالا در شرایطی که انتقادها بالا گرفته، نام او بر سر زبان‌ها افتاده است. بالاخره پس از مدتی منجی منتقدان اسدالله علم واسطه می شود، و محمد رضا شاه قبول می کند که ناصر عامری دارای دکترای اقتصاد و مدیرعامل بانک کشاورزی دبیر کل حزب مردم شود. ناصر عامری از همان ابتدا از برنامه‌های دولت انتقاد می‌کند و محمد رضا شاه به او اخطار می‌دهد. ببخشید من مجبورم این کلماتو به کار ببرم. شاه بارها می‌گفت که به این مرتکه عامری بگو گوی زیادی نخور. بارها علم تکرار کرده که گفتم به تو میگم برو بهش بگو که گوی زیادی نخور. می‌خوای ادبت بکنم
این چه حرفایی که تو میزنی؟ چرا میخوای مردم رو بشورانی؟ این که فرهنگی باید پادهوغش بره بالا به تو چه رب داره؟ این یعنی تحریک فرهنگیان. فرهنگیانی که 3 ماه در سال تعطیلن چرا باید حقوقشون بره بالا؟ اینه حرفاییست که شاه خطاب به علم میزنه، میگه برو به آمری بگو. و علم سکوت میکنه، رای نداره، میگه چه بگویم؟ یه جایی سراسر میگه خب چه بگویم؟ علازت هست، چه بگویم؟ اما آمری بدون توجه به هشدارهای شاه پشت تریبون مجلس میرود و به نحوه اداره اقتصادی کشور انتقاد میکنه. خب مطالبی که ایشون میگفت موجب شده بود که ایشون بهش بگن که ما به تو این فرصت رو نخواهیم داد که واقعا اونچه که خواسته خودت یا مطالبات مردمی هست اعلام بکنی، بلکه فقط و فقط در این جایگاه قرار داری که مثل بقیه رؤسای و دبیرکلان سابق حزب اعلام خدمت و نوکری و چاکری بکنی، نه اینکه بخوای مطالب بگی که جزء دستورالعمل و برنامه ما نیست. زندگی و مرگ ناصر آمری در بند رهایی او از اعتراضاتی است که میکند. تا جایی که یک شنبه 11 اسفند 1953 بیچاره ناصر آمری دبیر کل حزب مردم که یک ماه قبل در تصادف اتومبیل کشته شد، اونقدر عاجز شده بود که دائم التماس میکرد یا بکش یا چینه ده یا از قفس آزاد کن. شبهه و شایعه این بود که ایشون به عنوان دبیرکل حزب مردم با توطئه‌ای به قتل رسیده. من اطلاع کافی ندارم در این زمینه، ولی این شبهه رفع نشده و در ذهن ناظران سیاسی وجود داشت. چون بشکند گردونه ای را شاخ گاو، فلسفه باطل شود، منطق دروغ به قول وثوق الدوله. اینی که ایشون در یک سفری که به شمال داشت گاوی به گردونه و اتومبیل حامل ایشون حمله بکنه و ایشون کشته بشه خیلی شبهه برانگیزه. ببینید شاه انتقادات جزئی حزب مردم داشت که شاه از این قضیه خیلی ناراحت بود، عزل کرد آمری رو. من نمیدونم با النقی کنی که دبیر اول حزب مردم بود چه کردن، اما سرنوشت این بیچاره ناصر آمری بسیار تلخ شد. من هنوزم که هنوز باور ندارم او در تصادف لندروور با یک گاو، میدونید که 5 تا آدم بودن تو اون ماشین، با یک گاو تصادف کردن. از این 5 نفر 4 نفر پا شدن رفتن، ناصر آمری مرد. شاه با نمایش دموکراسی میکوشد استبداد خاندان پهلوی را پنهان کند، اما مرگ مشکوک ناصر آمری حالا نقل محافل شده است. مردم خبر قتل ناصر آمری را در روزنامه ها میخوانند، اما هیچ کس پاسخ درستی به آنها نمیدهد. با مرگ آمری مردم متوجه شدند که شاه به دنبال هدایت دموکراسی به نفع سلطنت است، نه نظام دموکراسی برای مردم. شاه و عناصر اصلی اداره کشور عروسک گردانان رو طلب می کردند و شما این رو تو خاطرات علم به خوبی می بینید. این مال دهه 50 دهه 40 و 50 به خوبی می بینید این خصلت عروسک گردانی رو. عروسک گردانی رو نمی گفت رقابت، در ماهیت خودشون تفاوت اصولی با هم نداشتند، جز این که یک کمی اونا حزب مردم از اون حزب اکثریت که قدرت دستش بود دولت رو تشکیل میداد یک کمی انتقاد میکردن، اونم در حد و حدودی که بهشون اجازه داده میشد، نه اینکه مثل آقای ناصر آمری بیان و عرض کنم که یک مطالبات جدی برابر قانون اساسی و منافع ملی رو مطرح بکنن. اینها مجریان دستورات دربار و شاه بودن، همون تعریفی که اسدالله علم از مطبوعات امریکا در دهه 70 نقل میکنه در دهه 60 هم بود، در دهه 50 هم بود. احزاب بله قربان، احزاب البته قربان. شما در اینها هیچ چیزی دیدید که نگاهی به سوی منافع مردم بر پایه حقوق قانونیشون در قانون اساسی مشروطیت باشه؟ مطلقا. پس
پس از قتل مشکوک ناصر عامری مردم زندگی را از سر گرفتند و احزاب هم خود را آماده انتخابات مجلس پیشرو می‌کنند. روز شنبه 3 اسفند 1953 به علم چی میگه؟ شاه در ملاقات با علم گفت فکر تازه‌ای در باره دو حزب اکثریت و اقلیت کردم. اقلیت هر چه بگوید به ما بر میخورد. خودش داره میگه، میگه اقلیت هر چه بگه به ما بر میخوره. پس چه بگوید؟ پس آنها چه غلطی بکنند؟ اقلیت. بنابراین فکرهایی کردم که ملت ایران وضع خودش را روشن بداند. این مال 3 اسفند. و تنها 8 روز کافی است تا تصمیم محمد رضا شاه همه چیز را به کلی تغییر دهد. تغییر ناگهانی که مسیر سیاسی کشور را در دوران جدیدی قرار می دهد. در اسفند 1353 شهریار ایران در یک کنفرانس تاریخی با اعلام تشکیل حزب رستاخیز بر بنیاد نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت راهی تازه در برابر ملت گشودند. مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز در کنگره ملی به تصویب ملت رسید. پس همین ادعاها که من دیکتاتور نیستم و طرفدار حکومت چند حزبی هم باد هواست، شوخیه. او از آغاز هم حکومت تک حزبی داشت با لایه‌های گوناگون. معذرت میخوام، تک حزبی نه، اصلا حزبی در کار نبود. حزب ملیون، حزب ایران نوین رو عرض کنم، حزب مردم و اینا، همشون به همون دلیل درست شدن که به همون دلیل از بین رفتن. اینا هیچ کدومشون حزب واقعی نبودن، همشون فرماشه. در حقیقت قبلش هم در عمل تک حزبی بود. حزب ایران نوین پاینده بود، یک کمی هم حزب مردم زنده بود. حزب رستاخیز موجودیت خود را میان مردم و رجال علنی میکنه و از نعمات فراوانی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته استفاده کنن، بدون جاه طلبی در صفوف سایر میهن پرستان تلاش نمایند و به حزب رستاخیز ملی ایران بپیوندن. ما بر زمینه قبول یا عدم قبول شاهنشاهی ایران و این زیربنای مقدس بحثی نداریم. به هیچ وجه هم سخن بر این نیست که روزنامه‌های خارجی راجع به ما چه میگویند، یک حزبی هستیم یا چند حزبی هستیم. و در اون فرمایشی هم که ایشون کرد که هر کسی که به حزب رستاخیز نپیوندد جاش یا زندانه یا پاسپورتشو بگیره از ایران بره، مثل اینکه اینجا مثلا خونه خصوصی و ملک شخصی شخص محمد رضا شاه پهلوی باشه، بگه کسایی که منو دوست ندارن به سفره اطعامی که من گستردم تشریف ندارن، برن یه مملکت دیگه یا برن جاشون زندانه. ابدا همچه حرفی رسد. این جمله‌ای که گفته بود این بود، گفت ای مردم، این تشکیلات درست شده است، احزاب در کشور ما یک کاسه شدند، از این به بعد زندگی سیاسی ما این است. اونهایی که موافق هستند خوش آمدند، مملکت مال خودشون هست، عرض کنم حضور شما که بهره میبرن. آنهایی که مخالف هستند ولی دست به اقدامات ضد امنیتی نمیزنند، خوش آمدن، مملکت مال خودشون است و میتوانند در این مملکت بهره ببرند و زندگی بکنند. ببینید، این جمله ایست که همه حتی طرفداران پهلوی هم این مطلب رو مطرح کردن. ناصر انقطاع تو کتابش میگه، دیگران هم، دیگران همه میگن. این الان البته سعی میکنن بعضی ها تشکیک در این قضیه ایجاد کنن. خیر، شاه رسما اعلام کرد که حزب رستاخیز من بعد بر همه امور حاکم خواهد بود، هر کسی با حزب رستاخیز موافق نیست میتواند از ایران خارج بشه. گفت آقا جان، هر کسی که طرفدار قانون اساسی، نظام سلطنتیه و انقلاب سفیده باید عضو حزب رستاخیز بشه. هر کس که نمیشه، یا توده‌ای که جاش زندانه، یا اینکه دلش میخواد از ایران بره بیرون، بره بیرون، بهش همین الان گذرنامه میدیم بره، یا اینکه اگر توده‌ای نیست از ایران هم نمیخواد بره بیرون بمونه، اما هیچ اعتراضی به هیچ یک از جنبه‌های سیاسی این حزب نکنه، بمونه.
اگر می آمدن و از تشکیلات حزب ایران نوین یا از تشکیلات حزب مردم یا از تشکیلات حزب پانیرانیست یا از تشکیلات حزب ایرانیان یا هر تشکیلات دیگه استفاده می کردم، گفته می شد این حزب جدید ادغام همون احزابه که منظورمون نیست. در ماهای اول حزب رستاخیز مدام میتینگ هایی برگزار میکند که مردم باید حضور خود را علنی کنند، اما عده‌ای از مردم و حتی کارمندان دولت نمیخواهند وارد حزب شوند. جایی نمانده است که رستاخیز خود را به آنجا نرسانده باشد. ولی اداره اطلاعات و امنیت محمد رضا شاه مدام از بی‌رغبتی مردم به حزب رستاخیز میگوید و گزارشاتی را به شاه میرساند. حزب رستاخیز تنها موتور سیاسی این روزهای ایران شده است. به محض اینکه حزب رستاخیز اعلام شد، همه گروه‌های سیاسی و همه شخصیت‌های سیاسی اعلام مخالفت کردند. خلاف قانون اساسی، خلاف مشروطیت. جبهه ملی همین کار کرد، اونایی که خارج از ایران بودن. نهضت آزادی همین کار کرد، حزب توده همین کار کرد. سازمان‌های مسلح که اصلا اعتقادی به حرفا نداشتن. گفت که آقا حزب مسخره می‌کرد افکار خودش. حزب میلیون یعنی چی؟ حزب چی رستاخیز؟ نه اون یکی هیچ. مردم آقا اینا چی میگن؟ حرف اینا چیه؟ با خود هم رؤسای حزب چی میگن؟ حرفتون چی؟ همتون یه حرف میزنید دیگه، همتون چاپلوسی داری میکنید. ما این چه مرضیه که ما این همه خرج بکنیم همون حرف رو بدیم به این حزب تکرار بکنیم، بعد بدیم اون حزب تکرار بکنیم. سه تا حزب بودن، چهار تا حزب بودن، یه حزب ایران هم بود، یه حزب اون یارو پانیرانیست هم بود، همتون داری یه حرف تکرار میکنید. آقا جان صرف جویی بکنیم، همه را یک کاسه بکنیم، همه جور داره یک کار بکنن دیگه. این اهمیت داره. دانشگاهی ها پیغامی دادن برای علم که از طریق رئیس دانشگاه علا کی بود نمیدن که آقا شما یه حزب تأسیس کردید، دو تا جناح هم داره، هر دو تا جناحش هم به وسیله خودتون رؤساشو انتخاب کردید، هر دو دام امریکایی هم. این که نمیشه که. پس اجازه بدید ما از درون خود این حزب، ما گروه مستقل، گروه طرفداران اصالت عقل رو تشکیل بدیم. پاسخش اینه. بعدم گفت این را دیگر گوه میخورند، من بهتر میدانم یا آنها. حالا همه احزاب منحل شدند و مردم و رجال سیاسی باید به عضویت حزب رستاخیز در بیایند، اما این راهی نبود که بتواند مردم را به حزب رستاخیز بکشاند. هیچ روزنامه‌ای هم حق نداشت از حزب رستاخیز کلمه‌ای در مذمت آن بنویسد. حزب رستاخیز فردای روز کنگره کار خود را در یک جلسه با ورود به اقتصاد کشور آغاز می کند. وارد شدن حزب رستاخیز به سمت فعالیت‌های اقتصادی که تا آن روز در احزاب دیگر بی‌سابقه بود، ذهن‌ها را به این سمت می‌برد که آیا حزب موفق به گردش بازار و ثبات اقتصادی ایران خواهد شد؟ البته نفوذ و اقدامات حزب برای اثرگذاری روی طبقه متوسط مرفه است تا بتواند آنان را در مسیر توسعه کشور و سلطنت محمد رضا شاه نگه دارد. دانشجویان و دانش آموزان رو توی چند هزار رسته مجهز کرد که برید گران فروش ها رو مجازات بکنید، ببخشید شناسایی بکنید، اساسش رو نیستین. اینجوری بابا تورم داشت میرفت بالا، تو چجوری میخوای جلوش رو بگیری؟ این هزینه های زندگی سرسام آور که هر روز بدون منطق هر چیزیش گرون میشه، به طوری که امروز شما اگر بخواید نخود بخرید یک کیلو دقیقاً در میاد هر یه دونش مثلا سریال. اگر ما واقعا نان و گوشت این طبقه محروم رو تأمین بکنیم، همین که داشتن نخود دوبیانه بالاخره دیزی داشتن که با این دیزی ارتضا میکردن به این تمام مواد مورد احتیاجشون توش بود که الان از اون دیزی محروم شدن. بنابراین اگر ما تمام توجهمون صرف بکنیم که حداقل زندگی رفاه نسبی برای اون طبقه اکثریت باشه و این طبقه اقلیت رو بار دوش اینا بذاریم، خیلی کارها میشه انجام داد. بار مالیات از دوش اینا باید کم کرد، عرض کنم بعضی از نوازه از دوش اینا برداشت. یه مقدار اینها رو ما میتونیم تعدیل کنیم. هم عدالت اجتماعی که دنبالش میرین همینه. خود اونجا کسایی بودین که میوه گرون شده بود تحریم کردن، تحریم کردن. بله بله. الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. برای عید حتی من برای من دیوه نخریدم، فقط یک کیلو سیم برای عید نتوسته پیدا کنم. مگه امکان داره مردم گوش نخورن؟ گوش که نخورن، پرتقال نارنگی که کیلو 6 تومن بخورن چی بخورن آخه؟
ماهی بخورن یکی نمیاد. مثلا میرم میگم آقایون پرتقال نخورن، گوشت هم که نخورن، پس الان نونم که نباید هوا بخورن. اشکال اصلا این بود که برای خود شاه این حزب بلا تکلیف بود. یه حرفی زده بود درش مانده بود، نمیدونست با این حزب چه بکنه و دوباره تبدیل شد خالصه یه حزب ایران نوین دیگری با سرصدای بیشتر و ورود در یک عرصه هایی که جنبه خودکشی داشت برای حزب سیاسی، یعنی عرصه کنترل قیمت رو این حزب نه تنها وارد شد، منحصرا وارد شد، به انحصار خودش در آورد و یعنی تمام جامعه رو ناراضی کردن، اینا از حزب بری کردن. پیشنهاد سکوت بود، پیشنهاد خفقان بود، پیشنهاد رو امضا کردن که یک نفر بیشتر حق عقد دادن نداره. چرا؟ مگر ما چی می‌خواستیم بگیم؟ من یک قسمت از صحبتم رو خواندنی ها چاپ کرد بخونید، مگه چی می‌خواستیم بگیم؟ می‌خواستیم اون چیزهایی رو بگیم که شریف عامی امامی با شهامت تو برنامه‌اش نوشته، همه ی ناب سامانی ها عنوان شده. من نمیدونم موافقین دولت که برنامه رو تحلیل بکنن چرا اینا رو نمیان بگن، اینا که تو این برنامه دولت نوشته شده و همش نمونه و نموداریست از خفقان، از نابسامانی، از نداشتن برنامه، از چپاول، از غارت مملکت. آمون ما تیجه سالها بیش از یک دهه و هر مهمترین و بی سابقه ترین فرصت‌های تاریخی و اجتماعی ملت ایران از نظر درآمد، از نظر امنیت، از نظر موقعیت‌های سیاسی قرار داشتیم. آیون مطمئن باشید دیگر به این سادگی‌های موقعیت تکرار نخواهد شد. اما چه کرد؟ چه کردند؟ شکست برنامه های اقتصادی و اجتماعی یکی بزن دیگه، چپاول و غارت بیت المال مملکت، به هدر دادن قسمت اعظم از درآمد فناپذیر ملت ایران یعنی نفت، به کندی از بین بردن عدالت اجتماعی. این مگر لطمه کمی بود؟ این مگر خیانت کوچکی بود؟ حقیقتاً خب من خودم در جریان بودم، یک احساس رنجوری عمومی مالز به قول فرانسوی ها سر تا سر جامعه رو گرفته بود، یعنی در لایه های بسیار بالا و موفق جامعه ما این احساس رنجوری رو میدیدیم. این حالت دلزدگی، ناامیدی از وضع، نارضایی، این اصطلاح، این کلیچه معروف رو شنیدید که صبح همه سرمایه‌دار رو نمیدن بروکرات بودن و تکنوکرات، شب همه سوسیالیست بودن و کمونیست بودن و اینها. برای این مبالغه است، ولی حقیقتا همون فرمان روایان و طبقه به اصطلاح فرمان روا و مرفع کشور هم بسیار بسیار ناراضی بود از اوضاع و شاه هم به پایانش رسیده بود، یعنی قادر به هیچ کار تازه‌ای، به هیچ ابتکاری، به هیچ کار درستی دیگه نواخر نبود. محمد رضا شاه هیچ وقت دلیل تأسیس حزب رستاخیز را اعلام نکرد. شاهی که مدام از دموکراسی برای مردم حرف می زد دیگر چشمش را به دموکراسی بست. شاه در سال 52 میگه که نظام یک حزبی دیکتاتوری مطلقه. چی میشه که در سال 53 تن میده به یه نظام یک حزبی که در سال در سخنانی خودش در سال در 28 مرداد 52 نفی میکنه، نظام یک حزبی و نظام استبدادی عنوان میکنه. این فکر خاص خودش بود، از فکر خودش. رئیس 37 سال اون موقع، آخر 37 سال اون موقع، 35 سال 34 سال رئیس این کشور فلک زده بود، هزار چشمه دید، هزار تا حقه دید، 10 بار به طرفش تیراندازی کردن، 6 بار کودتا کردن، 5 بار انقلاب کردن، پخته شد، آب دیده شد، آهن دیده شد. اما دلیل عمده این کار من فکر میکنم این بود که شاه میخواست که همه چیز یک دست بشه. اما گذر زمان هیچ کمکی به احزاب ایران نکرد
و همینطور زمان داشت سپری می شد. نه نفسی برای احزاب ایران باقی مانده و نه برای محمد رضا شاه که بخواهد دوباره مسیر جدیدی همانند دو دهه پیش آغاز کند. و مردم هم در هر طبقه اجتماعی که بودند از ناکار آمدی گله داشتند. محمد رضا شاه پهلوی نه اولین شاه جهان بود و نه آخرین آن، ولی هرچه که بود نتوانست برای ایران و مردم ایران دموکراسی را برمغان بیاورد. ببینید، فرهنگ محتضر اشخاص محتضر هم داره. اگر فرهنگ امپریالیسم بریتانیا و انگلستان کسانی مثل لورانس عربستان رو، کسانی مثل جنرال مکارتور رو ارتقا میبخشه، یعنی که این فرهنگ بیریشه است، زایانیست، سترونه. اگر فرهنگ حکومت در ایران امثال داریوش همایون رو، هویدا رو، حسن علی منصور رو بالا میاره، یعنی این وضعیت، این ساختار زایانیست، سترونه، ضد زایندگیه، ضد سازندگیه. نه، اصلا اینا اهمیتی نداره. مارکس میگه با پدیده‌ای که روبرو هستید داریم باش تعامل میکنید. اگر قابلیت‌هاش رو انکار بکنی، همه رذایلش رو علیه خودت بسیج کردی. محمد رضا شاه کاری کرد که رذایل طرفدارانش علیهش بسیج شدن. در بقیه مردم که رذایل نه، قابلیت‌های انقلابی، اما در طرفدارانش حتی به دلیل اینکه انکارشون میکرد، طرفدارانش هم به مخالفا رو تبدیل شدن. چرا؟ چون رذایلشون علیه اون تحمیل کرد. سرنوشت هر حزبی اگر بتواند خدمت بکند در یادها خواهد ماند. اما محمد رضا شاه سالها بعد این گونه حزبش را روایت می‌کند.